پس از تعطیلات عید شکرگزاری فصل خرید هدایا برای سال نو و کریسمس موجی از خریداران را به سوی فروشگاه ها و خرید آنلاین می کشاند. جمعه سیاه نامی است که فروشگاه ها برای شروع انتقال از وضعیت قرمز یعنی بدهکاری به سیاه یعنی سوددهی به عصر روز عید شکرگزاری گذاشتند. بر پایه شاخص های مثبت بازار آمریکا فروشگاه ها امسال شاید هدیه کریسمس را زودتر از موعد دریافت کنند. برگردان گزارشی از میل آرسگا. بر پایه پیشمینی فروشگاه ها 164 میلیون آمریکایی یعنی نیمی از جمعیت کشور طی تعطیلات عید شوق خرید خواهند کرد. نشنال تودی دات کام نهادی است که تاثیرات خریدها از فروشگاه ها را رصد می کند. می گوید که اگر این تعداد عملا در طی این تعطیلات خرید کنند آمریکا شاهد بزرگترین جمعه سیاه خواهد بود. به نظر میاد که ما شاهد جشنواره خرید باشیم. با توجه به بهبود وضع اقتصاد شاهد بزرگترین جمعه سیاه باشیم. به گفته ی آنا اسمیت از فدراسیون مدی فروشگاه ها به طور میانگین هر آمریکایی در طی دوران تعطیلات و روزهای منتهی به سال جدید نزدیک به 970 دلار خرید خواهد کرد. او میافزاید که بیشترین میزان طی 15 سال گذشته است که نهادش رسد میزان را آغاز کرد بیکاری در کمترین میزان خود است همزمان دست قدری رشد کرده است مصرف کنندگان خود را خارج از رکود اقتصادی ده سال پیش یافتند و بنابراین میخواهند در این فصل خرید کنند فروشگاه ها بنا دارند از این وضعیت با ارائه تخفیف های ویژه و بازماندن تا دیری از شب از مشتریان استقبال کنند با این حال کارشناسان بازار میگویند که برخی از فروشگاه ها برای جذب مشتری حاضرن یکی یا دو کالای خود را به ضرر بفروشند. این کالاها ها معمولا لوازم الکترونیکی پرتقاضا است. اما این گونه خرید برخی اوقات در این فروشگاه به ورزش رزمی تبدیل می شود. بنابراین فروشگاه به سمت فروش آنلاین رفته است. کارشناسان میگویند که این گونه خرید ها ممکن است امسال فراتر از 100 میلیارد دلار بشود. با این وصف مصرف کنندگان آمریکایی بر پایه برآورد از تعطیلات شرکگذاری تا آغاز سال 2018 حدودا نزدیک به 700 میلیارد دلار خرید خواهند کرد.